حسبش که اینجا ضربه عبادی پور بود. 13-12. یه سرویس خوب عالی پور جمع میشه و مگلیو برای فیاضی که اصلا فرصت دورخیز هم نداشت. حالا امتیاز برای پیکان. سور برگشت رو می استفاده نکرد. 14-12. آیس دباسی رفت به سمت نیمکت. ببینیم تعویض میکنه یا وقت استراحت یا داره صحبت با کمکاش میکنه. نه تعویضی در کار هست و نه وقت استراحتی. فازی ضربه حامد رضایی باز هم اعتراض بیموره. توپ خوابیده بود بعد به توپ خورد یا پاش رد شد. 14-13. یک امتیاز جلوتر پیکان تهران. حامد رضایی، امیر حسینی از همونجا پاس بریده میده. واقعا خطر کردن این حسین از وسط های زمین پاس بریدن رو رها کرد. ببین از کجا نگاه، از پشت خط سوم. واقعا دل جرأت میخواست. 14-14. بالاخره باید خطر کرد. یه بار دیگه رسایی خطا. هنوز توپ در زمین شهرداری ارومیه نبود که نیکولاف توپ رو لمس میکنه. خطا رو میگیرن و امتیاز رو سفیس رو به پیکان میدن. پیکان 15، شهرداری ارومیه 14. عجب بازی شده این بازی. رضا سفیس یه تیکه توپ به اوت میره و سود شهرداری ارومیه. 15-15. خود محمودی مستقیم پاس برای باز هم هالیفور به دست ورمگلیو میخوره. حمایت حالا امتیاز برای پیکان. موسوی توپ رو میزن. 16-15. وقت استراحت فنی دوم. ببینیم درسته تو زمین پیکان بود. ورمگلیو هم معترض. این اعتراضا که خیلی هم تو این بازی دیدیم واقعا از زیبایی بازی کاهش میده و تحت تاثیر قرار میده این بازی زیبا رو. باید بازی روان خودشون رو بازیکن‌ها انجام بدن. نیازی به این همه اعتراضی است به ویژه بازیکن ملی که این همه میدون دیدن، میدونهای خارجی و بسیار از بازی جهانی آسیایی شرکت کردن، لیگ جهانی بودن. بزنن روال طبیعی در واقع داوری انجام بشه و تمرکزشون رو بزنن رو بازی. تو بازی توپی همیشه اینو گفتن که حریف اول شما توپ هست. در واقع باید توپ رو خوب در اختیار بگیرید، خوب به چرخش در بگیرید و بعد سراغ امتیاز گیری. 16-15. دوازده پیکان مجتبا قلیزاده برمگلیو فیاضی توپش رو زدن اما توپ اوت میده. شانزده قدری مکس و حالا
زدن ضربه اول. امیر حسینی پاس برای موسوی، دست مدافع مقابل رو خورد، توپ اوت میره به سود پیکان. 17-16 خیلی نزدیک دارن پیش میرن. نوبت به موسوی میرسه، سرویس پرشی یا نه، این بار دیگه نمیزن و پرشی موجی رو بزن. شهرام محمود از پشت خط یک سفر. هفده باز هم برابر میشن. تمیز برای شهرداری ارومیه، فرهاد بیرتور. تعویضی که بارها روی سرویس نیکولای نیکولوف اتفاق افتاد. سخت شد برای امیر حسینی، اما ساعت هم باز این پاس به فرهاد قائمی داده میشه تا قائمی هم توپ رو بخوام. 18-17 پیکان. خود امیر حسین، حامد رضایی خیلی از بالا بست، پاس کوتاه که چه عرض کنم. حامد رضایی 2.5 متری. حالا یه مقایسه هم کنیم با اون موزرسکی، بازیکن تیم ملی روسیه که سرعت 2 متر رو نزدیک 15-16 سال قد داره. باز هم موفق فرهاد قائمی. 19-18 تلفای روتو رو پیکان رو میبینیم و فرهاد قائمی که در خط سرویس برای پیکان یک سرویس خوب رو میزنه. شهرام محمود واقعا هنرنمایی کرد ورمگلیو تو این صحنه، جدا تماشایی از کجا پاس داد، چقدر سطح بدن رو پایین آورد که باز هم زیر توپ قرار بگیره و با پنجه پاس رو رها کنه. اینو بهش میگن مهارت در پنجه زدن. 19-19 برای دو تیم عبادی پور. امیر حسینی برای رضا صفایی، خطای تور از مدافع شهردار رومیه که خوریا فیاضی باشه. 20-19 حالا رضا قراره پیکان به زمین میاد به جای سامان فایز، به جای یک سرعتی زن در خط عقب قرار میگیر. بیستوست پیکان بشم میگم اکبری که کجا بشین بعد از زدن سرویس. تو به عجب اگر عکس العمل آقای اکبری رو داشتیم که این سرویس رو خراب کرد فریز. 20-20 برای دو تیم. خب فایزی باید برگرده چون سرعتی زن است و قرا قدرتی زن، و چون تعویض شده با این جاشو داده بود به یار آزاد تو این پوز، بعد خودش هم بیرون برو و یار آزاد حسینی بزن. دو تیم در امتیاز 20 از سطح چهارم برابر هستن. حامد رضایی سرویس رو میزنه در نفس فراد آقادی همین حسینی بازی به منطقه دوی زمس رضا صفر بسه به کار بسه 1-20 شهرداری ارومیه که میاد برابر میکنه امتیاز در ما جلو نمیتونه بیفته. این زحمه رضا صفر یه بار دیگه از این زادی معنوی نشاد در خط دفاعی روی تور قرار گرفته. تحریص هایی که
تعویض‌هایی که برای پیکان در خط دفاعی تور اتفاق میفته تا این خط از قبل هم محکم و محکم تر بشه. 21-20 رضا صفایی، فرمگلیو برای نیکولو، تو جمع میشه موسوی، حالا برگشته تو با ارتفاع تا دفاع سر شکلی رو به خودش بگیره. فرمگلیو کدوم آجم باسم نیکولو و کار تماشای حسینی یه لحظه نظر توپ رو رها کنه. فیاضی دفاع میشه، دفاع میشه تا امتیاز حالا برای پیکان به 22 برسه و از این یک امتیاز برتری خودش رو به 2 امتیاز برسه. آقای جهانگیر صدعباسی تقاضا وقت استراحت رو میکنه. عالی بود کار هر دو تیم، به ویژه حسینی یار آزاد تیم پیکان. دو آبشار واقعا بدون دفاع نیکولای نیکولوف رو جمع کرد. 22-20 خواب امتیازار هم میبینید دوستان خوبمون رو تصویر نشون میدن که به چه شکلی پیکان امتیازها رو تونست از شهر رودیه بگیر. رضا صفایی، ورمگلیو برای نیکولوف، دستبردار نیست نیکولای نیکولوف. ورمگلو هر چی پاس بود، یعنی سه تا پاس متوالی رو واقعا. تعویض برای پیکان، امیر حسینی بر میگرده به جای خودش. 22 پیکان، 21 شهرداری ارومیه، 2-3 شهرداری ارومیه، 1-3 پیکان تهران. ضربه شهرام محمود خراب نکرد، 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 کجا خراب. 23-21 23-21 پیکان تهران. 12 پیکان. مشتبه قلی‌زاده جای سرویس و سر. امیر حسینی به توپ میرسه با ساید برای فرهاد قائمی، عالی میزنه. یه شرایط واقعا دشوار اما تماشایی آبشار و زد. اینو به این خاطر میگم که توپ کدوم منطقه فرود اومد. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. 24-21 بازیکنان ملی که در دو تیم تقسیم شدن و حالا تأثیر گذار هستن. وقت استراحت رو شهرداری ارومیه آقای جهانگیر صدعباسی میگیره. اگه نخوام قبل از امتیاز بیشتر زود قضاوت کنم، فکر نکنم دیگه شهرداری ارومیه بتونه این ست رو ببره و کار به ست پنجم کشیده خواهد شد. 24-21 آماده هستم برای دریافت اول از سرویس. نیکولای نیکولوف اصلا کار به 22 میرسه. یک دریافت مطمئن در زمین پیکان میتونه یک حمله موفق رو در پی داشته باشه. امیر حسینی جز نفرات جلو هست و دو مهاجم رو در اختیار داره. فیاضی دلو به دریا میزنه و سرویس فرشی میزنه، تو میشن به اوت میره و امتیاز 25 تا حالا
دو تیم دو ست رو برده باشن و برای قهرمان باید شاهد یک ست دیگه باشی. در خدمت دوستان رو در پخش هست. نورت زیادون بهار بهترین بهانه است برای بازگشت پرندگان از کوچ. بهار من بازگشت توست، بازگشت تو، بازگشت به تو رو پودو. مرجا خانم، سال به 12 ماه نمی اومدی یه حالی از پدرت بپرسی؟ ارث؟ چه داد میکشی؟ میشنوم داره این هم رو بهار گریه میکنی، بعد میگی چیزی نیست. چرا این بوته خوش شد؟ من چه بدونم، مگه من باغبونم؟ شما باید ملاحظه این بازموله ها رو بکنم. صد تا راه هست که تو این هلو رو نندازی تو گلو یارو. حسین آقا شما خیلی آتیشت تنده. هنوز کفن بابات خشک نشده، دلال و بانگایی آوردی داره خونه رو تاخت میکنه. شما بهتره تو کار خانم ها دخالت نکنه. باز هم ممنون و متشکر و سلام مجدد خدمت عزیزان بیننده که شاهد این بازی تماشایی هستن از شبکه 3 سیما. امیدوارم که همچنان لحظات باقی مانده از این بازی هم انتخابتون شبکه 3 باشه و ببینید این بازی تماشایی که قهرمان چه تیمی خواهد شد در سال 93، سالی که روزهای پایانیش هست. و از طرف خودم و همه همکاران آرزوی سلامتی و سعادت دارم برای هموطنان خوبم در سال جدید. انشاءالله که سالم و تندرست باشند و شکرگزار. همچنان رضا صفایی در ترکیب تیم و همینطور یار شماره 12 که آقای اکبری بهش اعتماد میکنه، مصطفی قلی‌زاده که بعد هم بازی نکرد به جای میرزا جانپور. ست پنجم آغاز میشه، ببینیم چه خواهد شد. عبادی پور با این آبشار، امتیاز اول برای شهرداری اوری. شیمی واقعا با پس نزاش برمگلیو تو کبه اوت میزنه تا یکی یک به شهر دو تیم.
نوبت فرهاد قائمی میرسه. حالا سرویس رو میزنه، میرسه به توپ. یه جای خالی، یه لحظه با هم برخورد میکنن فحیازی و قلی زاده و نمیتونن توپ رو دریافت کنن. پیمان اکبری باش صحبت میکنه. ببینیم صحنه رو، پاس ورمگلیو، اینجا جای خالی، 2-1. میلاد عبادی پور، امیر حسینی میبره برای رضا صفایی، خودشو میزنه فریاد مشاریه او تا بتونه علاقه مندان رو باز هم به وجه بیاره. یه قرد رو میزن و میره به سمت تماشاچی ها. 3-1 برای شهرداری ارومیه. سه دو میشن. دو سرویس رو ارومیه تا به اینجا از دست داد. تذکر به یار آزاد پیکان میدن، من از محلی که مشخص هست برای تعویض بره بیرون. حسینی از ته زمین همینجوری همین بازیکن رفت بیرون که داور به اون تذکر رو میده. 3-2 شهرداری ارومیه جلو هست و سالونی که اجازه زدن سرویس رو به سامان فایزی نمیدن. یه صحبه است یا فیاضی. ابتدای گزارش گفتم جمعیت حاضر در سالن سهم صندلی‌هاش به مراتب نسبت به کام برای شهرداری‌ها بیشتر است. سازمان‌لیگ اعلام کرده بود که این سالن 1500 تا صندلی داره و گنجایش برای نفرات 1200 تا گفتم من می‌فروشم که هر بلیطی هم 5000. یک تکلیفای عالی از شهرام من. حالا یه مقدار شرایط برای پیکان سخت میشه. این دفاع در مقابل قلی‌زاده. ببینیم آقای پیمان اکبری میرزا جانپور رو میاره. نه، وقت استراحت میگیره. در امتیاز 5-2. صحنه آیسته شاید نشون بده کار زیبای شهرام محمودی رو. واقعا در ست پنجم دیگه جایی برای اشتباه باقی نمیمونه. نگاه کنید جمعیت، نه همه طرفدار شهرداری ارومیه هستن. از ابتدای بازی همینطور با شور و هیجان فراوان تیمشون رو تشویق کردن و تا به اینجا هم حالا در ست پنجم 5-2 تیم شهرداری ارومیه جلوتر از پیکان هست. حامد رضایی زبیسو میزنه، امیر حسینی باز هم برای مولی زاده که فکر نمی کنه امیر حسینی بود پاس بده، اما امیر حسینی پاس رو داد رضا قرار به جای امیر حسینی. سرویس رضا صفایی رو خواهیم دید. برمگلیو، نیکولای نیکولو، برمگلیو، نیکولای نیکولو رو انتخاب میکنه. از کنه مطمئن تیم شهرداری ارومیه. 6-3 میشن. امیر حسینی باید به جای خودش برگرده. میزا جانپور الان در زمین نیست. یکی از ملی پوشایی که شاید تو این ست میتونست خیلی کمک کنه پیکان ده. اما تصمیم رو سرمربی پیمان اکبری گرفته. توپ اوت میره از سرویس شهرام من. این سومین سرویس اگه اشتباه نکنه از تیم شهرداری ارومیه. 6-4
قلی‌زاده با یک دست برای نیکولو نیکولو، اما این بار دفاع میشه، یک دفاع عالی از موسوی، باش حرکت میکنه تا نزدیکای منطقه چهار. یادمون نره موسوی بهترین مدافع لیگ جهانی هم بود. پنج امتیاز، نه یه لحظه گفتی شاید بتونن امتیازات رو پیم اکبری تیم پیکان جبران میکن. هفت پنج میشن. تمیز برای شهرداری رومیه. یاره شماره شش جواد محمدی نژاد، یکی دیگه از سرعتی زنهای تیم رومیه به زمین میاد. تا اونجایی که میتونه آقای سید عباسی ارتفاع دفاع رو بلندتر میکنه. فیاضی پرقدرت میزنه بلند برای فرهاد قایمی. خیلی سخت شد کار. حالا در برگشت پاس برای خود عبادی پور، ضربه آروم میشه و حالا موقعیت دیگه برای رضا صفایی. برگشتی که نیکولای نیکولوف نتونست پاس بده. هفت شش شهرداری ارومیه. سید محمد موسوی عبادی پور روش میخواد. هشتمین امتیاز. باید تیم ها زمین ها رو عوض کنه. ادامه بازی شهرداری ارومیه در سمت راست صحنه آسان دارید میبینید و پیکان تهران در سمت چپ بازی خواهد کرد. یه تعویض هم برای شهرداری رومیه. یاره هفته شهردار ارومیه فرهاد بروتور به زمین میاد. منتظر است. حالا ضربه اول رو به توپ میزنه. امیر حسینی کدوم باشه برای رضا صفایی. حالا این سمت فرهاد قایمی ورمگلیو. خطای تور از رو. قدری عجله کرد ورمگلیو. هشت هفت یک امتیاز جلوتر شهرداری رومیه هست. ست پنجم امیر حسینی. پس برای شهرام محمود توپ اوت میره. بازیکنهای بزرگ هم اشتباه میکنن. صحنه قبل ورمگلیو این اشتباه رو کرد. امتیازات برابر میشه. آقای سید عباسی بلافاصله یک وقفه رو در بازی ایجاد میکنه. امتیازات برابر میشه. بازی پایانی رو شاهد هستید. تلاش هر دو تیم برای اینکه بتونن حریف خودشون رو شکست بدن. دو ست برای پیکان شد و دو ست هم برای شهرداری رومیه تا تکلیف رو ست پنجم که این ست باشه مشخص کنه. یه بار دیگه امیر حسین. توپگیری عالی از حسینی. خوب رفت عقب. سخت شد برای فرهاد قائمی. حالا در برکش بلافاصله ضربه رو میزنه سایمن فائزی. تلاش بی نتیجه. یک دریافت عالی از یار آزاد پیکان حسینی. یک امتیاز برتری به این تیم. 9-8 تعویض برای
شهرداری ارومیه، نظری افشار، به جای فیاضی به زمین میاد، بازیکن با تجربه شهردار ارومیه، کسی که سایده جفت و جوری رو داره. اگه امیر حسینی هم دست این سرویس رو بزنه اصلا هم او هم میزنه. عبادی پور توپ رو میخوابونه، نگاه کنید پیمان اکبری میگه درست به صفایی، میگه جلوی مهاجم بپر، ازش رد نشد. 9-9 برای هر دو تیم. ورمگلیو، فرهاد هاین، امتیاز برای پیکان 10-9. حالا هم ورمگلیو میدونه هم امیر حسینی که پاس رو به کدوم بازیکن‌ها باید بدن توی این شرایط. دهنو فرهاد قانی، یه ضربه یازده نه برای پیکان، پیکانی که عقب بود، حالا یازده نه جلو میفته. باز هم وقت استراحت برای شهرداری ارومیه. خب همونطور که روی تصویرم مشاهده میکنید، اون سمت هم فوتبال شروع شده. اگر اشتباه نکنم نفت تهران و یکی از تیم‌های عربی است که بازی دارن در قهرمانی باشگاه‌ها، که باید ببینیم نماینده کشورمون هم که در لیگ برتر فوتبال امتیازات خوبی رو به دست آورد و خوش درخشیده نفت تهران، در مقابل این تیم عربی چه خواهد کرد. این سمت هم که والیبال رو داریم، 11-9 پیکان جلو هست. یه سرویس خوب از فرهاد قائمی، دفاع خوب از پیکان. ورمگلو تلاشش رو نشون میده، عالی از موقعیت برای پیکان. عبدالعزیز علیزاده، ورمگلو و خطای تور رو داور اعلام کرده از مدافع شهرداری ارومیه. 12-9 همه چی برعکس شد و همه چی برگشت. دوازده نو فرهاد قانی، یه بار دیگه ورمگلیو برای بادیپور. 12-10 میشن. به از این بازی واقعا هر دو تیم تماشایی بود کارشون. 12-10 میلاد بادیپور، سرفتار خودشو میزنه. رضا صفایی توپشو میزنه نظری افشار، اما توپ اوت میره به سود پیکان. 13-10 تعویض برای پیکان، نیکو فردریکس به جای سامان فائزی به زمین میاد. 13-10 هنوز بازی به پایان نرسیده. ورمگلیو برای نظری افشار و تلاش امیر حسینی. 13-11 فایزی بشه خودش بر میگرد. همکاران هم که اطلاع میدن بعد از بازی هم
ایشالا اگه بشه احتای جوایز رو تحت موضوعتون خواهیم کرد. 13-11 حامد رضایی سرویس پرشی رو میزنه اما حساب شده. پاس برای موسوی، امتیاز 14 به دست میاد و پیکان در آستانه قهرمانی 28مین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال کشور قرار میگیره. 14-11 شروع خوبه شهردار رو نیمه دست پنجم، اما وسطای کار یعنی از امتیاز 8 که زمین عوض شد یه مقدار شرایط تغییر کرد. 14-11 رضا صفایی سرویس رو میزنه. نیکولای نیکولوس آبشار عالی رو زد اما شاید دیگه دیر شده. 14-12 ببینید کار رو بود. شهرام محمودی سرویس رو میزنه، چه بازی کنی تمام کننده خواهد بود. یه بار دیگه و امتیاز 15 به دست میاد. امتیاز پایانی رو جوان خوب پیکان خلیزاده به دست میاره تا پیکان محفظ. خیلی متشکرم آقای کرده، خیلی گفت.